با نام عید خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز برنامه همسفر. همچنان همراه ما هستین در ایران گردی، اینجا شهرستان بافق در استان یزد و سوژه گزارش امروز ما به حیات وحش میرسه. معمولا در شهرهایی که به این موضوع پرداختیم سوژه های خیلی خوبی رو داشتیم. باز هم همراه ما محیطبانان عزیزی هستند که قرار منطقه دیگه از حیات وحش ایران رو بهمون معرفی کنند. آقای موسوی سلام. سلام از ما. حال شما خوبه؟ ممنونم، زنده باشید. سلامتین. سلام علیکم، داری با همسفر بفرمایید. بنده سلام عرض میکنم خدمت شما و کلی بینندگان عزیزتون برنامه همسفر و خوش آمد میگم به شما و همراهات. خیلی ممنون. آقا قرار کجا بریم؟ ما الان میخوایم بریم منطقه حفاظت شده کوه باف. کوه باف. بله بله. به همین چیز نامم هست. اینجا بله بله، این منطقه از سال 1376 با نام منطقه حفاظت شده کوه باف با وسعت حدود 88000 هکتار به عنوان یکی از مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست معرفی شده. چه گونه هایی هستن اینجا؟ اینجا اکثر میشه گفت همه گونه های مناطق کویر ایران و فلات مرکزی تو خودش داره و یکی از بهترین زیستگاه های پلنگ ایران تو مرکز ایرانه و یوز پلنگ آسیایی. خیلی هم خوبه. آقا بریم ببینیم توی حیات وحش میتونیم سوژه خوبی داشته باشیم یا نه. همسفر ما باش. بازن چیه اینا؟ اینا قوچه میشن. قوچه میشن؟ آره آره. زیستگاهش هم زیستگاه قوچه میشه. خب چیز اونایی که ابتدا دیدیم آهو بودن؟ نه نه نه، اونایی که ما دیدیم کلو بز بودن، بیشتر بز بودن، کلو الان جدا میشن. خب ما الان فاصله از شهر نگرفتیم، ابتدای حریم کوهستانی کلو بز یا قوچه میشو دیدیم. آخه اینجا منطقه حفاظت شده و منطقه حفاظت دارن میکنن. خب مأمور داره دائما. بعدش هم فرهنگ مردم هم طوری شده که الان با اون تعامل خوبی دارن. کویر رفتیم گفتن کاراکال هم دارین اینجا. آره آره، منطقه کویر ایران کاراکال هم داره. ما هم چون سیاهگوش هم؟ نه نه، با سیاهگوش متفاوتن. سیاهگوش گونه ایه که برای جنگل های زاگرس و جنگل های البرزن. کاراکال برای منطقه کویریه که رنگ زردی داره و بعضی جا شهرها و استانها به نام سیاهگوشو میشناسنش، ولی در از کاراکاله، انگلیسیش هم کاراکاله. خیلی هم خوبه. بعد آماری داری اینجا چند رس گونه حیوانی داریم؟ اینجا ما سرشماری حدوداً 2 سال یه بار انجام میدیم تا 1 سال یه بار. آخرین سرشماری که داشتیم حدوداً 50% منطقه سرشماری کردیم که برای سال گذشته است. 1160 تا کلبوز و قوچه میشمارش کردیم. خوبیه دوستان محیطبان چشم های تیزبینشون هستش، یعنی از کنار جاده همطور که عبور میکنیم یه دفعه میگن که گله آهو رو ببین، گله قوچومیش رو ببینین، کلوبوز اینان 10-12 تا این طرف هن. تا ما میریم نگاه کنیم و دقت کنیم اون حیوان ها فرار کردن رفتن، ولی اینا آمارشون هم دستشونه که مثلا چند تا بودن اینجا. خیلی جالب بود برام. تیزبینیه رو از کجا آوردی؟ تمرینه. حالا من که عینک دارم تیزبین نیستم، ولی در کل تمرینه، چون کار ما این بوده چشامون با طبیعت آشناست. آقا کجا قرار بریم؟ حالا میریم بالا ان شاء الله. میبینیم. میریم ان شاء الله. دیگه باید بریم. چند کیلومتر نمیدونم. حالا بستگی داره شما چقدر وقت داشته باشید. ولی هر جا که بگید میتونیم بریم. الان منطقه خیلی وسیعه. بزرگه. ما گوشه از منطقه اومدیم الان. درست. آقا کوهستان هم هستیم کلا. ما اکثر منطقه کوهستانیه. دشتامون چون به خاطر اینکه دشتامون پایین دستمون خشکه زیاد حیات وحش به اون صورت نداریم، ولی دشتای بالا حیات وحشش بهتره نسبت. خیلی هم خوبه. آقا بریم. خواهش می‌کنم.
هیزم داریم جمع میکنیم برای چای، چای صحرایی. صبحانه هم نخوردیم، الان میخوایم صبحانه بخوریم. علی آقای خواجه‌ای، درسته؟ بله بله بله. علی آقا. بله. چند سال محیط بانی؟ من 22 سال، 21 سال خورده ایشو دو دودم. 22 سال؟ بله. خیلی هم خوبه. 22 سال تو هم منطقه ای؟ بله بله، من تو منطقه بافق، منطقه حفاظت شده کوه بافق و آریس، منطقه شکار ممنوع آریس. بعد علی آقا، بعد الان داری به محیط زیست ضرر میزنی؟ نه اینا خشکشه من میکنم. بله هر از میکنم، مثلا هیزم ای که خشکه ما اون هیزم تران قد آتش هم جمع میکنیم. بله اینجا منطقه حفاظت شده کوه بافقه و کله بز داره، میشو قوچ داره، اون بخ یوس پلنگ داشته که الان هم میرفتن طرف آریزمونه ست شد. چیز نیستن حمله نمی کنه؟ نه کاری نمیداره پلنگ، شاید زمان مستونش کمی حمله کنه که، ولی اینا ببینید اینا رده همین کله بز و میشو قوچه، مثلا که اینجا میچریدن میایین علف و کم سبز بخورن. آها بخ اینجا الان اینجا یکی یعنی هستیم معروف پایین دشت به دشت شیطور. شیطور؟ بله لرد شیطورش میگن، لرد شیطور. این زمان داری میکنیم بریم به صبحونه، ولی خده مصرف که اینا را کل بزا میخورم. این بونه درمن است، اینه ما میگیم کلغر، کلغر کوی که این دونه میکنه گوسفند، هم گوسفند های وحش خیلی دوست میدارن رو بار. این مال پار سال گذشتشم، امسال که سبز بشه الان ببینه، مثلا اینا مال امسالی که داره جبونه میزنه، اینه این بونه مال امسالی جبونه میزنه. اینا رو ما میگیم سرسوز، یکی علف میکنه به نام خیلی گلای سپید قشنگی میکنه، دونه پرچنگ توشو مثل میش سفید میشه خیلی قشنگه. آقای طالعی از دوستانی هستن که به 3085 پیام دادن، دعوت کردن منم همسفر رو که ما اومدیم اینجا. معاون فرمانداری شهرستان بافق هم هستین، درسته؟ آقا دستتون درد نکن، جای خیلی خوبی از بافق بهمون نشون دادین و گفتیم. خودتون اومده بودین تو این منطقه یه دفعه اوله؟ نه اومدم دفعه اومدم. اومدین؟ بله، هدف این بود که تو حال فرصت کمم بود، ظرفیت ها و پتانسیلای گردشگری شهر بافق معرفی کنیم. همونطور که بینندگان احتمالاً تو قسمت های مختلف دیدن، کاروانسرا، میدان خان، امامزاده عبدالله، مسجد جامع، بعد باغ تیتو و مجتمعی خصوصی شن و شادن و کاراکالا دیدن، از جاذبه های خوب گردشگری شهرستان است. و منطقه هم که امروز اومدیم از جاده معروف جاده گزو یا گزویه، اومدیم که میشه گفت معمنه یوز آسیایی و بز و میش و کل و وقتی موجودات محیط زیست. روستای قطرم و شادخام هم که رفتیم، که از مناطق بومگردیه این شهرستان، از روستای هدف گردشگریه و جایی هم که الان درش قرار گرفتیم، یه سمتمون دشت شیطور هست، یه منطقه خوب سرسبز هست و چراگاه دام هست و همینطور زیستگاه محیط زیسته. یه قسمتمون هم که خود ایستگاه محیط زیست هست و منطقه قرق و ارسستانی که گیاه درختان سرب کوهی یا ارس یا ما بافق بهش میگیم سبل، از درختان نادر این مناطق هست که چند تا ویژگی داره این درخت. یکی این که رشدش سال یعنی کمتر از 1 میلیمتره، به همین خاطر اینو من تاکید میکنم که مردم بدونن اگر این درخت رو تو طبیعت میبینن صدها سال گذشته تا مثلا چند متر ارتفاع پیدا کرده، درست قد کشیده. البته من شنیدم شما نویسنده هم هستین آیه تاده، درسته؟ چه کتابی نوشتین؟ چند کتاب نوشتین؟ دو جلد کتاب داریم، یکی فرهنگ عامیانه بافق و یکی هم کتاب فرهنگ مردم بافق. به به، پس ایشون نویسنده هستن و به هر حال مطلع. خیلی هم ما رو همراهی کردین، دستتون درد نکن، جای خیلی خوب آوردین. من از بچه‌های محیط زیستم تشکر می‌کنم، خیلی تشکر می‌کنم واقعا.
با مهربانی و مهمان نوازی خیلی بهمون کمک کردن. ما هر جای ایران میریم و این حیات وحش رو میگیریم، محیطبانان عزیز همپایان خیلی خوبی هستن. علی آقا دست در نکنه، آقای موسوی دستتون در نکنه. این سادگی بچه های محیط زیست هم خیلی برامون جالبه. ببینید آقا جلال موسوی رئیس اداره محیط زیست شهرستان باف هستن، علی آقا هم خب محیطبان هستن، درست گفتم دیگه، مسئول منطقه هستن. خب میگم این لباساشون هم ساده است، نمیشه تشخیص داد که رئیس کیه، کارمند کیه یا معاون کیه، به هر حال و همه در کنار هم کار میکنن. آقای موسوی که مشغول درست کردن صبحانه هستن، علی آقام که آتیش رو مهیا کردن و خلاصه ممنون که زحمت کشتید اومدید منطقه حفاظت شده کوه بافقو معرفی کنید به بینندگان عزیز. سلامت شده، وظیفه ماست به هر حال انشالله که بتونیم رسالت برنامه رو حفظ کنیم. خب بعد از خوردن یک صبحانه مفصل اونم به صورت ارگانیک، تخم مرغ محلی و روغن محلی و یه دونه های و ادویه هم داخلش کردین، شما چی بود؟ زیره سیاه بود که زیره برای همین منطقه هم بود، خودمون چی داریم؟ آه خودتون چی بله داریم؟ برداشت کرده بودین، پس زیره سیاه هم داره اینجا؟ بله بله، تو قسمت ارتفاعات جایی که سایه میندازه و بارش خوبی داشته باشیم زیره سیاه روشه. کلان گناه های گیاهی میشناسین شما؟ چون تخصص منو به طبیعیه دیگه. آره چرا میشناسین ما؟ چند نوع گونه گیاهی رو میشناسین توی منطقه؟ این منطقه بالای 100 گونه تا الان شناسایی شده، تو منطقه حفاظت شده. چیا هستن غالبشون؟ گونه های گیاهی شاخص منطقه ما، اول درخت ها رو بگیم، مهمترین گونه درختی که مختص این منطقه حفاظت شده و شاخص درخت ارسه که هم بالا سر ماست. درخت های مهم دیگه که تو منطقه هستن بنا هستن، رسته های وحشی خنجوک هستن، انجیر وحشی هست، بادومکویی هست، بید هست، پده هست و گناه دیگه هستن. ما اکثر گناه های گیاهی فلات مرکزی ایران رو داریم که شاخص، گناه شاخص منطقه کویری درمنه و قیش و اسکمبیل و تاق و گون و این هاست که هران دارن. یه لهجه عامیانم به گون میگن بزغال پز، شما دارین؟ نه ما بهش میگیم گیاه کتیرا، چون ازش کتیرا میگن. خب نه میدونم اون که به هر حال اسم علمی داره و کتیرا و اینا هم هست، ولی یک قسمتی از همین گونا چون به سرعت آتش میگیره، حرارت خیلی زیادی داره، بهش میگن بزغال پز، چوپونا بهش میگن. البته بیشتر لفظ عامیانه چوپان ها هستش. بعد ما الان تو چه قسمتی از حیات وحش باف هستیم دقیقا؟ منطقه که الان قرار گرفتیم بهش میگن کوه کوچو، که این گوداری که بالا سرمون هست گودار کوچو هست، گودار کوچو بهش میگن. عامیانه بهش میگن گودار کوچو. این دشتی که زیر پامونن دشت شیطوره که معروفه به دشت شیطور، یکی از بهترین مراتع استان یزد به حساب میاد. کویر کجای قسمت این منطقه؟ کویر ما منطقه قسمت جنوبی منطقه حفاظت شده ما کویره. اینجا ارتفاعاتمون بالاست، استپه که تو کویر هم حفاظت شده داریم. بله بله بله، ما دو تا منطقه داریم تو منطقه تو باف، یکی آریز یکی کوه باف. آریز از لحاظ پوشش، از لحاظ زیستگاه یک کمی فقیرتره و کویریتره. و ما چه حیوانات اونجا هستن؟ اونجا بیشتر که حیوانایی که مقاومن به شرایط سخت مثل روبای شنی، گربه شنی، دوپاها، جوندگان، مثلا گنجشگاهی هستن که تو مناطق خیلی سنگلاخی با کویری هستن، یا مثلا زاغبور داریم از این جاهامون هستن. خب محیط زیست شامل چه حفاظت از چه حیوانات معمولا میشه؟ ما فقط حفاظت از حیوان برامون مهم نیست، ما زیستگاه رو حفظ میکنیم. چون شما تا زیستگاه نباشید، تا یه محل مناسبی برای
حیوانات نباشه خب نمیتونی حیوان داشته باشی. درست. ما هدف اصلیمون حفظ زیستگاهست. وقتی زیستگاهست میشه گونه گیاهی حفظ میشه، جانوری هم حفظ میشه. درست، یعنی محیط زیست رو شما پارچه میگردارین. ولی متاسفانه اکثر گردشگرها و مسافرینی که به محیط زیست میان برای گردش، به جاهایی که زیبا هستند یه نازیبایی از خودشون به جا میذارن، مثل ظروف یک بار مصرف و نایلون ها و وسایلی که به هر حال همراه خودشون میارن، متاسفانه جمع نمی کنن که ببرن و اون محیط رو سالم نگه دارن. خیلی بده. درختی که ملاحظه می‌فرمایید درخت اورس یا سبل ما بافخیو بهش میگیم یا سرو کوهیه. شاید براتون سوال باشه که توی منطقه کویری 50 درجه بالای صفر شهرستان بافق یا 35 درجه این منطقه که منطقه اورسستان هست، این درخت چه کار میکنه؟ چون درختان سوزن شکل بومی منطقه سیبری هستن که با دمای 50 درجه زیر صفر بالاخره زیست میکنن. ایده از زیست شناسان و محیط شناسان معتقدند که این از بازماندگان عصر یخبندانی که در منطقه بافق هم باقی مونده، و ایده دیگه معتقدند که این درخت توان تطبیق زیاد داره با محیط خودش و خودش رو میتونه سازگار کنه با هر جا که رویش پیدا کرده. در صورت رویشگاه و زیستگاه این درخت منطقه‌ای است در کوه بافق و نزدیک کوه باجگان و جنگل اورس یا اورسستان هم در این منطقه واقع شده. قبلا گفته شد که این درخت در سال رشدش کمتر از 1 میلیمتره، به همین خاطرم که در بین مردم بومی این منطقه یکی از درختان مقدس هست و تا امکانش هست اونو از بین نمیبرن. شاید از بین شاخه‌هاش کنده ای را ببرن برای سقف درختان و این کار را میکردن در زمان گذشته، اما چون مقدس از بین مردم بومی این منطقه به کلی نابودش نکردن و مونده. برای اینکه این گونه درخت بتونه تکثیر بشه باید دونش بیفته پای خود این درخت، از سیستم گوارش کپک عبور بکنه، یعنی اونو کپک بخوره دفعش کنه بعد دونهاش سبز بشه و به این ترتیب تکثیر میشه. از ویژگی‌های دیگه‌اش اینه که یک درخت خودسوز هست. به خاطر سمگی که در برگاش هست، شیره که در برگاش هست، با تابش خورشید ممکنه که آتش بگیره و بسوزه. چوب و کنده این درخت را موریانه نمیخوره، به خاطر بوی خیلی خوبی که از این درخت ساطع میشه. یکی از درختان خوشبو هست. ما توی منطقه‌ای رفتیم کوهستان بود، بعد یک مار افعی رو دیدیم، ناخودآگاه سنگی برداشتم که بزنم و ترس، بعد دیدم که اون محیطبانی که دنبال ما بود سریع دستانو گرفت گفت چیکارش داری بیا یه جا دیگه بریم. شما هم طوری هستین؟ نه ما اصلا همه گونه‌ها تو چرخه طبیعت نقش مهم می‌دارن، یعنی مار نیش می‌زنه. نه تو چرخه طبیعت خیلی تاثیرگذاره، اون برای کاهش جوندگان، خیلی از جوندگان به وسیله مارها کنترل میشن از لحاظ جمعیتی چون تولید مثلشون بالا. دوباره مار غذای گونه دیگه است، مثل عقاب طلایی فلانه. دوباره عقاب طلایی تو چرخه دیگه تاثیر گذاره. هیچ گونه جانوری یا گیاهی تو طبیعت که خدا آفریده
بیهوده و بی ثمر نیست. همه نقش دارن تو طبیعت. و اگه ازش از طبیعت حذف بشن، به مرور زمان وقتی تعداد گونه حذف میشن، تاثیرگذاره. این سوالم ازتون بپرسم که منطقه حفاظت شده باف جز مناطقی هستش که هر کسی بتونه آزادانه بیاد، یا اینکه باید هماهنگی باشه، چجوریه؟ ببینید، ما مناطق حفاظت شده فقط محدودای امنه که قانون میگه که باید با مجوز محیط زیست باشه. ولی ما با همه مردم که میان، به قول معروف، خب یعنی با شادی و خوشحالی ازشون استقبال میکنیم. حتی مثلا یک کمی راهنماییشون میکنیم، راهنمایی میگیریم ازشون. درست. مشکلی باشون، یعنی باید یه هماهنگی باشه. تو بعضی از مناطق امنمون باید مجوز محیط زیست داشته باشه، چون تو اون طبیعت اونجا رو بکر نگه میداریم. باید اینجوری باشه. آقا خیلی ممنون، تشکر، دستتون درد نکنه. آقای جلال موسوی عزیز به همراه علی آقای خاجه‌ای، مسئول منطقه حفاظت شده، بله، ما رو همراهی کردن در شهرستان باخ و این طبیعت بسیار زیبایی که به شما عزیزان بیننده معرفی کردیم. یک نیمه روز رو ما در این فضا قرار گرفتیم، فوق‌العاده عالی بود، هوای خیلی خوب بهاری و جای همه شما عزیزان خالی. فضای بسیار خوبه. وقتی بارندگی تو این منطقه میشه، سرسبزی رو ما بیشتر داریم و همینطور گلها و شکوفه های بادام تلخ و همینطور گونها فضای بسیار زیبایی رو اینجا ایجاد میکنه. آسمان نیمه ابری کویر خیلی قشنگه به همراه کوهستان. کوهستان های اینجا هم با کوهستان های جای دیگه فرق میکنه. به من گفتن که اینجا رشته های جنوب شرقی زاگرس میشه، کاملا صخره‌ای هستن و فضای فوق العاده زیبایی دارن. به هر حال در برنامه همسفر ما یک هفته شهرستان بافق رو بهتون معرفی کردیم، از زیبایی هاش گفتیم، روستاهای هدف گردشگری رو معرفی کردیم و کویر بک رو دیدنی که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. 3085 رو فراموش نکنین. انتقاد، پیشنهاد و تا اگه دعوتی دارین ما رو مطلع کنین. همینطور میتونین به سایت شبکه مراجعه کنین و برنامه های قبلی ما رو تماشا کنین. تا فردا و سوژه دیگه، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خداوند مهربان، یار و نگهدار.